امیر هستم، ارشد طراحی لباس، و امروز میخوایم با همدیگه قسمت 3 و قسمت نهایی نقش قرمز مراسم کن 2024 رو بررسی کنیم. به رنگ خودش خیلی میاد، اندام خیلی کوچیکی داره، تو کمر خیلی جمعش کردن، خیلی ظریف و عروسکی، تمام جاهای درست بدنش رو قد کرده، جوری که دراما، جوری که هیجان انگیز، جوری که مفرح، جوری که کانسپت داره، که اون ترنج کدی که انگار اومده پایین و یه مقدار باز شده، عالی، 10 از 10. پیلیای پایینش، تکراری که شده توی آستینش، این کمربند آستینش که اغراقش کردن آویزون شده، It's giving everything. از هر زاویه نگاش میکنی عالیه. پشتش رو نگاه، خدای مهربان، همین خانومه که دوباره این لباس گل رو هم پوشیده. متگالای امسال توی کن برگزار شده بوده، جوری که اون رنگ سبز خیلی ظریف اکسنتی که داره توی لبش که الهام گرفته شده از اون گله، تکرار شده توی میکاپش، داون تو ده اون سنگایی که روی لباس هست روی میکاپش هم تکرار شده، یعنی خیلی اتنشن تو دیتیل، از همون استایلای قارچی تقریبا، ولی چون پارچش پارچه هیجان انگیز و خاصیه و چون دراماتیکش کردن، پارچه خیلی زیادی استفاده کردن لایه لایه، تبدیل شده به یه کانسپت، نه اینکه فقط یه قارچه بالشوزو بشه، نشده. پارچه چیپ به نظر میاد. مچاله شده یه سری جاها به صورت عمدی، بعد یه سری جاها به صورت غیر عمدی و اینا ترکیبشون کنار هم خوب نیست. این رنگ باعث میشه که ما چشمون گول میخوره که این رنگ مشکیه و در کنار این رنگی که مشکی نیست، رنگ پوست اون طرف رو کدر میبینیم. من دیگه تازگی امسال کلا فنش شدم، لباسی که میپوشه رو دوست دارم، مخصوصا به خاطر اون موها و اون میکاپی که داره، احساس میکنم هر چی که میپوشه داره بهش میاد، اعتماد به نفسش خوبه. منتها این لباس رو دوست ندارم، یه پاپیون اومده تپ چسبیده اونجا و چاک لباسه خیلی بیحال افتاده، لباس قدش هم نه کامل نشسته رو زمین، نه هم که لب به لب دیگه. دستکشاشو در بیاری، یه دونه تیشرت تو خونه است که کش اومده تا پایینش اومده، با اون دستکشا احساس میکنم که از دوست درگ کوینش قرض گرفته که این لباس من خیلی ساده شد اینو رو بپوشم جواب بده، جواب نداده، کاملا دیسکانکت با لباسه و lack of concept honestly. بیحال اون بلندی اومده، از کمرش رد شده اون پایین، اونجوری آویزون شده، بعد توری خال خالی پایینش، دنباله اونجوری اضافه تور افتاده، نه فرمی نه شکلی، هیچی، she's giving nothing. و این یقش هم یه جوری افتاده پایین، اون پهنایی هم که اونجا داره بالا تنش رو اصلا پروپورشنا رو به هم زده، نمیپسندم. گشاد وایساده به صورت غیر عمدی، هم رو شونه ها هم تو دستا، و این پارچه پولکی این شکلی هر نوری بهش میخوره رو داره باستا میده، یعنی هر ایرادی داشته باشه رو میبینیم، چایجانی نمیده. شاید اگه یک شید دیگه ای از نقره بود، یقش شاید اگه یه جور دیگه بود، گیوینگ عیانیت، اشرافیت، مثلا آدم هفته سه این بنفشه رو یه جوری پوشیده که بنفش رنگ اشرافیه قشنگ، یعنی خانمه داره اون انرژی رو ساطع میکنه که من ام رویالتی، This is purple, this is my color. رعیت هایی که دارین تماشا میکنین و عکس منو جاج میکنین، حواستون باشه. رنگش رو دوست دارم با رنگ پوست خانومه، ولی از کمر به پایینش خیلی خوشحال ترم میکنه تا از کمر به بالاش. کمر به پایینش اون چینچینی هایی که اون پایین اتفاق افتادن و باز شدن و جوری درامای قشنگی داره، سیلویت خوبی از اون پایین جمع شده اومده بالا. بالا تنش کاش یه ذره اتفاقی میافتاد، یا تو میکاپش یا تو اکسس یه چیزی میشد، همینجوری پایین هیجان انگیز میاره بالا بعد ولمون میکنه. واسه بلا حدید از ورساچه قشنگه، به اون پیلیای پایینش اگه دقت کنی میبینی نوارای عمودی که تو اون پایین هستن رفته رفته رو به پایین از هم فاصله شون باز شده، هفتی که اون پایین هستش شکل همون خط بیکینی خودمونه که آوردنش یه ذره بالاتر که ام قشنگ مستقیما بالا تنه رو کوتاه‌تر و پاها رو کشیده‌تر نشون میده، یه کاسکادی که پاپیونش هم روشه. پارچه جالبه، ولی جالب استفاده شده، یعنی حالت کشی هم داره، مستطیل بدوزی بری توش میشه این، کانسپتش خیلی خوبه، موها و لباسه با هم ایست که بین مامان ونزدی ولی تو رنگ سفید که هیچ وقت نمیپوشی. او به اجرا نشده، اون بیکینی چیه اون زیر دیده میشه، فلزیایی که چسبیدن، اون پرچایی که تو کارگاه اضافی پیدا کردن چسبوندن روش بدون ترتیب بدون هدف همینجوری پخش شده تو لباس. بعد اون ریش ریشا، اوکی باز دوباره ایده جالبی بودن، چرا انقدر کم، چرا انقدر کوتاه، اگه همچین کاری میخوای بکنی همشو استفاده کن. یه سری ایده ها بوده که پراکنده شدن، موها خوبه، میکاپ اوکیه، جاهایی که میخوام برجسته تر باشه جور سینه ها، جاهایی که میخوام فضای منفی ایجاد بشه مثل پشت خود اندامش، این سیاه رو کامل انگار یه خطی داره دیگه، سیاه سفید کنتراست زیادی با هم دارن و باعث میشه منحنی های بدن، این که خیلی تمرکز روشه و خب اندامش رو معمولا نشون میده،
بیشتر از اون چیزی هم که هستی نمیشه و عالی. و اینکه حجمی که میخوان زیاد باشه رو سفید است که اون درامای پشتشه، جایی که میخوان سلیمو کشیده باشه مشکی است. خانومه بودش میگفتم که مراسم دعوت شده توی نیاوران نشی ترای تو هارد، این خانومه هم دوباره همون مهمونی داره میره، داره از ونک میره، یه ذره آمادگی پیشین داره. بورینگ، lack of concept، طراحی که سرش خیلی شلوغ بوده، گفتن بیا اینم طراحی کن، خیلی سرسری. یه مارپیچ اینجوری، خدا نگهدار. پولشو کاش پس بگیرم. چشم توی کمرش گیر میکنه. نمیتونم بچرخم ببینم بقیه رو. یقه اینجوری، گردنبند اینجوری، غیر اندازه به نظر میاد، انگار که الگوش مشکل داره. جاهایی کشیده شده که نباید کشیده بشه، کاری نداریم. پایینش انگار که دو تا لایه بلند بوده، انگار که نه، اکچولی همین اتفاق افتاده. پایینش رو لوله کردن آوردن بالا و بس دادن که جالب بشه. جالب نشده. We can see what's happening in there. و اوکی چی، این خانم داره میره همون مراسمی که جنیفر لوپز توی متگالا داشت میره. ایشون هم همونجا داره میره. این سیلویت خب قشنگه، ولی خب دیگه حال آدم به هم میخوره دیگه. حسن هم سر رفت دیگه، چیشو بررسی کنم. سیلویت پرنسسی خوشحالی که همه دختر آرزوشونه بپوشن با یه دکولته کلاسیک، اگره قشنگه برای مراسمم. کیفه خیلی نمیره با این لباسه، یه جوری قاطی لباس شده. گردن بنده دوباره از یه کمد لباس دیگه در اومده. موها میکاپ و اینا قشنگه، ولی کانکشن خاصی به لباس دوباره اتفاق نیفتاده. خود طرح لباس هم دوست دارم، ولی به نظر میاد که سری کار دستم اتفاق افتاده، یعنی تکسچرای زیادی توش هست. فقط آرزو میکنم که ای کاش یه ذره فضای تنفس به ما میداد. سر تا پای لباس یک نواخت اون پترنا تکرار شدن. کاش یه ذره خالی بود، یه ذرهش مشکی بود، یه ذرهش سرمه‌ای میموند که چشم ما بکشه بره دنبال اون پترنا و وقتی میبینتشون هیجان انگیز بشه. لباس کاتاوت قشنگیه، رنگ زیبایی داره، خانم زیبا پوشیدتش. جاهای خیلی استراتژیکی کاتاوت کردن. اون قسمت کمر که کات شده میبینیم کمر رو چقدر میکشه تو. دوباره اون که کات شده هیچ بسنده نکردن، پارچرم جمع کردن اونجا، یعنی یه سری خطه که دوباره چشم ما رو میکشه اونجا. بیوتیفول. کمرش باری که پهلو نداره، چرا که نه، نشون بده. لباس خیلی باحالیه، معلومه که یه نفری که قشنگ مطالعه کرده این رو طراحی کرده، خیلی زیاد خطوط اندام رو میشناسه و خیلی زیاد با دانش خطی که داره لترینگ تر نشون بده که موفق هم شده. خوبه توی کمرش جمعش کرده، رنگ روشن رو توی قسمت سینه و وسط استفاده کرده، رنگای تیره رو اونجا چیده، پترن و اون گوشه ها هیجان زدم نمی کنه، ولی خوبه نشسته رو تن خانومه بشم میاد. املت داریم آن ده کارپت، میس گرل قراره بری روی فرش قرمز دیگه، زرد نارنجی به اون شدت با اون همه پارچه. It's giving تازه به فرش رسیده از هل. معذبم از نگاه کردم بهت. پایین لباس رو دوست دارم، بالا اومده حوصله‌ام سر میره. و مشکل اساسی که دارم، چرا دو تا سفید استفاده شده؟ عمدن میخواستن مثلا از این سفید براق لوندر توری بیان به اون سفید لیمویه برسن، یا پارچه پایینی فرق میکرده و رفلکشن فرشست که افتاده اون داره لوندر به نظر میاد و نمیدونم، ولی این لیمویه کنار اون لوندره، یا یه ذره کنتراست رنگاشون بیشتر بود عمدی به نظر میومد، یا هم که یه رنگ سفید بودن، چون الان بیننده نمیدونه که این جلو آفتاب مونده رنگش رفته یا دیزاینر منظورش این بوده. این که یه کرست ترانسپرنتیه که روش یه لباس سوار شده، یه مدتی خیلی معروف بودن این لباسا، خوبه جواب میده واقعا، یعنی تمرکزی توی کمر داره، کمرش نمیذاره سینچ میکنه، خیلی چیز جدید و هیجان انگیزی هم نیست. مثل قبلی ویژگی که داره اون چیناییه که زیر کرستش افتاده تو اون قسمت که باید بپوشونه خوبه، ما بیکینیشو نمیبینیم اونجا، با اون پارچه حریره تونستن اونجا رو قایم کنن، این نکته قشنگی شده. یه سری هم نگین اونجا استفاده کردن که توی کمر فشرده بوده که پخش شده، که اونم باز میخوان جمع نشون بده، بعد نگینا همونجا تموم شدن. اگه قرار بود بازی نگین داشته باشیم، خب یه جا دیگه هم میدیدیمش دیگه، بالنسیاگا دیگه، همش داریم اینا رو میبینیم. کیسه زباله پریمیوم صورتی، اگین سیم ثینگ، قیچی کردم بالا تنش و یه تاپ دیگه برداشتم بس کردم. رنگ بندی خیلی خوبه، کاش یه ذره وصل بودن، یه کوچولو میتونستن کانکت بشن. برای نگاه کردن بهش آدمو هیجان زده میکنه، ولی خب از اینجا به بالا انگار یه چیز دیگه است، از اینجا پایین یه چیز دیگه است. کانسپت داره قشنگه، اینجا اتفاق جالبی افتاده، توجهو جلب میکنه. با اینکه قهوه‌ایه و معمولا قهوه‌ای رنگ توجه جلب نمیکنه، اون چیزی هم که پایین افتاده همونقدر مرموز، همونقدر جالب. خوب اجرا نشده، پارچه جالبه، رنگش هم خوبه. بعد آستر نداره دوباره، اون دنبالش میبینید داره دیده میشه پشتش،
پارچه رو همون جوری قیچی کردی، دورش رو لبه دوزی کردین، انداختین اونجا. اگه زیرش قرار دیده بشه، زیرش چه فکری باشه؟ این لباس از ویوی وستوود داریم که قشنگ لباس رنگ هلویی، و وقتی you're speaking of هلویی، قشنگه. ترکیبی از صورتی و نارنجیه که با حریرایی که دوتا رنگ مختلف هستن رو هم دیگه نشستن، خیلی قشنگ نشون داده. تو حرکت هلوییه، یعنی کامل اون رنگ نشون میده و همون کافیه. یعنی وقتی همچین اتفاقی، همچین فکری روی لباس هست، لازم نیست دیزاینش دیگه شلوغ باشه. این خانمه اون خانمیه که اگر رو رد کارپت ببینیش، یه ذره باید ازش حساب ببرید. She knows business. یه ذره intimidating حتی. احساس بکنی میتونه بفروشتت. دوباره متگلا روی فرش قرمز کن. آه واقعا وای زیبا، وای قشنگ. این همون خانم است احساس میکنم. یه تنه آبروی مراسمو خریده. این که همه لباساش کانسپت داره، همه لباساش های فشنه و برای همشون یه افورتی گذاشته. میدونی چه تیمی پشت هر کدوم از این لباسا هست. تنها مشکل که داره اینجاهایی که حریر نامری طور قرار بود باشه، یه ذره چین خوردن. اون خیلی بده، چون وقتی حریر نامری چین میخوره به نظر میاد که بدنت اونجا چین خورده. لباس رو هم دوست میداریم، چیز بدی راجبش ندارم بگم. بلا حدید رو داریم که این لباس آرکایوال مایکل انهوشی رو پوشیده، مستقیم از چفیه درست شده و واقعا انگار که برای این اندام دیزاین شده. خیلی جاهای خوب بدنش رو قطع میکنه. چفیه خودش پترنای جالبی تو خودش داره و خیلی خوب تونستن از همه پترن استفاده کنن. پترنایی که توی پایینش از لبه های چفیه رو تونستن به صورت طبقه پایین لباس بندازن. I would have done the exact same thing. جالب براتون بدونین که دیزاینرش هم ایرانی هستش. انگار که این چفیه ها خوشحال تنش رو بغل کرده و بلاحدید با پوشیدن این میخواسته حمایتش رو از فلسطین نشون بده. هماهنگ بستنیه با کفشه، با همه چی. چون این خانمه به خاطر شرط پوستی که داره، خود پوستش یه جورایی پتر، یه طرحی داره، نمیتونی بیایی کلی پترن دیگه هم بهش اضافه کنی که لباس قاطی شده. بعد یه گردنبند به اون یوغوری بندازی اونجا. موهاش روش هایلایت داره دوباره، یعنی که یه پترن و یه تکسچر و یه رنگی هم اونجا داریم میبینیم. Too much happening. از یه بیکینی گیپور ساده، از روش هم یه پارچه‌ای که پیچیدن دوباره دورش. I guess دیدیم دیگه، زیاد دیدیم. بعدش برای اینکه خیلی بورینگ نباشه، تپیه مشکی اینجا. اضافی گلا هم که ریخته رو. میلیون ها بار تو اینستاگرام مدلش رو دیدیم. هیجان زده نمیکنه آدمو. گردن خانم بلنده، چرا وینک به اون شدت داری میدی وقتی گردن طرف اوردی بلند هستیم؟ بعد اون پاپیون افقی که اون پشت هستش، انگار میخواد جبران کنه این ارتفاعی که اتفاق افتاده رو. خب برای چی از اول تو یقه تکشی میکردیم دیگه؟ و اینکه لباس خیلی بد دوخته شده، من نگاش میکنم اذیت میشم که honestly پول دادین برای این؟ خط اوتو، خط دوخت. برای این سادگی سیلویت جالبی داره، خیلی فیت تنش چسبیده. اون دوخت اونو دیدین الان؟ حالا دوخته ای رو ببینید چقدر چسبیده به بدنش، انگار رودنش نقاشیش کرد. و این چینایی که خوردن چقدر مرتب، اصلا یه دونه دوخت هم دیده نمیشه. قد لباس عالی، کشیده شدنش عالی. این حجمی که اینجا داده شونه ها رو خیلی قشنگتر نشون میده، انگار خانمو دربر گرفته. بیوتیفول. اکسسوری ها خیلی ملیح و متین و کلین و میکاپ ترتمیز و مرتب. اینو من برای چی سیو کردم؟ این چیه؟ او مای گاد. دامن مامان بزرگ تازه از صندوقچش پیدا کرده، پوشیده، خوشحاله. با تاپ تاناکورایی که از مغازه پیدا کرده، یا اون کفشایی که از پاساژ گلدیز خریده. شاید اسلیپ اوور رفته خونه دوستش، بعد لباسش روش یه چیزی ریخته، از لباسای دوستش یه چیزایی درست کرده که برگرده خونه. سر راه گفته بذار مراسم کنم یه دوری بزنم. It's giving that. کانسپت طراحی جالب. ما تو کلاس‌های خلاقیتمون یه سرفصلی داشتیم که خط خطی می‌کردیم، از توی خط خطی‌ها لباس در می‌آوردیم و این لباس دقیقاً شبیه، خیلی خوب اجرا نشده. اون پترنه، اون تکسچری که اونجا هستش با این پایینیه، نه. اگه خط خطی بوده که هم پرتی شده دست، بعد اینکه خط خطی‌ها رو می‌کنیم یه چندین مرحله باید ادیتش کنی لباس رو. همه خطا رو لازم نیست استفاده کنی، از جمله اون خطی که اون پایین هستش، از بین لگمز، بین رونش تا زیر زانوش خیلی جای عجیبی اون اتفاق افتاده و شدیداً چشمو میکشه اونجا، چون که صورت و میکاپ خانم هم انقدر چیز نیستش که بیاد رو و به راحتی میتونست قشنگ باشه. اون کاری که با پارچه ها کردن که لایه‌ایه و اون مشکی از زیر دیده میشه قشنگه. ولی پاک پروردگارا کمک کن کنسل نشم بعد این ویدیو. هول دو ریسپکت به همه دیزاینرهای این افراد، اکسسوریا، استایلیستا، میکاپ آرتیستاشون. اولین ایمپرشنی که دارم وقتی این لباس رو میبینم اینم که به یه هنرجو گفتم با الهام از ایران یک لباس طراحی کن. اولین چیزی که به ذهن همه افراد میرسه اینه که طرح‌های هندسی تپ روی لباس گرد. شخصا با الهام مستقیم از یه چیزی مشکل دارم. اینکه وقتی میگی
از پاپیون الهام بگیر، تپ یه دونه پاپیون بزنی وسط رو دوست ندارم. هرچه وقتی که دستاش میاد پایین و این لباس یه ذره چین میخوره، چینهای لباس کمک میکنه به این ماجرا. روی فرش قرمز دوباره رنگ زرد. قد لباس رو خیلی نیستم، کفشای مشکی رو خیلی موافق نیستم، احساس میکنم ایده اولیه یه ذره کمه. میرسیم به این لباس. این پارچه رو همه فکر کنم تو پینترست دیدن. یه لباسی بودش که سرمه‌ای همین بودش که خیلی تو پینترست همه دیگه عاشقش بود، اصلا معلوم نبود چیه. تازگی این پارچه رو داریم میبینیم، داره رو میشه این پارچه. چشمون خوشحاله وقتی میبینیم اون حجم از دریای مایع بالا دیگه خرابش میکنن. اون پارچه به اندازه کافی داره حرف میزنه. لباس خانم جوز یادتونه تقریبا همین پارچه بود، با همون پارچه تونسته بود خیلی شیپ های قشنگ نشون بده. چیزی که به لباس اضافه میکنی یه کاری داره میکنه، اگه کاری نمیکنه خب برش اونجاست. لباس سفید بورینگی که اومده بالا، یه تپ طلایی، همیشه هم سفید و طلاییه، ولش کنید. خانم اورورا که رو رد کارپت مت گالا خیلی دوستش داشتم، این لباس خیلی رنگش رو شسته. بلوند موهاش هم بد به نظر میاد، رنگ لباس هم بد به نظر میاد، پوستش هم خیلی داره صورتی تر از اون چیزی که هست به نظر میاد. ترکیب قشنگی نشده، لباسه به چش نمیاد، یعنی اگه ببینیش همینجور چشتو میچرخونی که مثلا اون خانومه که آبی پوشیده رو ببینی. It's giving bad. پوستش هم بده. اون درزا ببینین چه اتفاقی افتاده تو ویترین مغازه. ابرزده و فتانتن و سینریز لره آلپته ولی هستن دادی و تو باحال باحاله یخ او دوزلو خانم. وقتی میگم الهام مستقیم، دوباره الهام مستقیم، فرش، تپ. به جای اینکه فقط پترن باشه فرم لباسمون رو یه ذره عوض کنیم. درچه پایینش باز یه ذره کمک کردم، پایینش به جای اینکه یهو مستطیل تموم بشه باز یه کوچولو اون حالت هفتیه و اون بالا پایینی که داره کمک کرده که این رنگ بلند بشه تو دنباله لباس. پشتش هم دوباره یه ذره بلندتر بهش فکر شده که ادامه دنباله رو نشون میده، چون دنباله هدفش اینه که قدو داره کشید و بلند نشون میده دیگه. توش گلدوزی برجسته استفاده شده، گوشواره ها قشنگن به خاطر فیچرهایی که داره، میتونه اکسسوریای خیلی درشت شکلی رو برداره. گرچه یه ذره کوتاه‌تر می بود که تو فضای منفی این قسمت قرار بگیره و نشینه روی شونش، خیلی جالب تر میتونست باشه. در نگاه اول اسکیوین کاغذ کشی سال 2006 که گلا رو توش دسته میکردن گل فروشی ها، احتمالا خیلی ارزشمند هستش. من اندام خوبی داره، داره نشونش میده. از چی شد؟ کل استایل داره التماس میکنه که یه چکه رنگ، رنگ روی گونه، یه چکه رنگ روی لب، یه چکه رنگ توی مو، یه قطره رنگ توی اکسسوریه که اوکی وسطش یه چیز قرمز مانندی انگار که هست. کاش زر گنده تر بود، کاش اون سفیده غالب نبود توی اون اکسسوری، جول رنگی میدیدیم اونجا که تمیز کنه این همه ماجرا رو، چون که خیلی همه چیز سیاه و سفید و رنگ نود اومده. اندام خیلی زیبایی داره ولی لباس هیچ کمکی بهش نکرده متاسفانه. یه حالت چند تا پنلی داره که به صورت کورستی این شکلی به هم بست شدن. پنلا به شدت زخیمن، یه قرار انقدر استراکچر داشته باشه مثل یک مقوا صاف وایسه، ولی صاف هم وای نستاده، یه سری جاها چینای عجیبی خورده. این لیسینگی که داره مرتب نیستش، تمیز رو هم دیگه نشسته. گوشواره ها رو هستم، گردنبند نبودم میتونست خوب باشه. با تشکر از همراهیتون توی ویدیو امروز. اگه ویدیو براتون آموزنده بود و براتون جالب بود و نکته‌ای در مورد دیزاینینگ و استایلینگ یاد گرفتین، حتما یه لایک به ویدیو بدین. اگه هم سابسکرایب نکردین و ویدیوهای این شکلی دوست دارین، حتما سابسکرایب بکنین، ویدیوهای دیگه‌مو ببینین. فیوریت شما لباس کی بوده و اگه نکته‌ای رو فراموش کردم حتما تو کامنت‌ها بهم بگین. تا ویدیو بعدی، بدرود.